کوبای کمونیست شاهد سرمایه‌گذاری خارجی بخش خصوصی است. هتل‌های زنجیره‌ای کمپینسکی که مقر آن در سوئیس است، هتل بزرگی را با نام گراند هتل مانزا در غرب هاوانا، پایتخت کوبا، افتتاح کرده است. این اولین هتل لوکس در کوبا است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم روزیتا ایران دوست. هتل 5 ستاره که توسط شرکت مدیریت هتل‌های 5 ستاره کمپینسکی اداره می‌شود، متعلق به دولت کوبا است و طبقات فوقانی مرکز خرید شیکی را اشغال کرده که در اواخر قرن 19 ساخته شده بود و طبقات تحتانی آن را فروشگاه‌های لوکسی نظیر گوچی و مونت بلانک در تصرف دارند. من معتقدم هتلداری و مستقلات چشم انداز خوبی داره. کمپینسکی اولین هتل بین المللی 5 ستاره رو در پکن افتتاح و اداره کرد. ما اولین شرکتی بودیم که اولین هتل رو در مسکو در زمانی باز کردیم که همه میگفتن ریسکش خیلی زیاده و امروز هم با افتخار در کوبا این کار رو میکنیم. مطمئنم تاریخ ثابت خواهد کرد که حق با ماست. نمای خارجی هتل گراند مانزا با پنجره‌های جلو آمده شاهنشین به سبک فرانسوی، دارای استخری در پشت بام، مشرف به پارک مرکزی هاوانا است. از دیگر ویژگی‌های این هتل، سونای بخار و سونای خشک است. همچنین دارای سالن استعمال سیگار برگ کاملا مجهز است که حتی ابزار بریدن ته سیگار را هم دارد. کارشناسان صنعت هتلداری میگویند کوبا که همکنون اقامتگاه‌های متعددی با کیفیت متوسط و حتی زیر استاندارد عرضه می‌کند، حق دارد حالا روی تجهیزات لوکس نیز شرط بندی کند. اگرچه حفظ استاندارد در اقتصادی که به سبک شوروی سابق شدیداً کنترل می‌شود، برای گردانندگان هتل همراه با چالش خواهد بود. تقاضا از جانب اشخاصی که قدرت خرید بالایی دارن بالاست. اونها خواهان هتل‌های لوکسن و ما به اونها چیزی رو میدیم که طالبشن. گردشگری یکی از موارد امیدواری در اقتصاد در حال احتضار کوبا است. اقتصادی که به دلیل افت صادرات به ونزوئلا و ناآرامی‌های بزرگترین شریک تجاریش به تقلا افتاده است. وزیر گردشگری در ماه می گفت امسال انتظار می‌رود تعداد گردشگران به بیش از 4,200,000 نفر برسد که نسبت به سال 2016 200,000 نفر بیشتر خواهد بود. من فکر می‌کنم هر چیزی که کشور رو بهتر بکنه برای ما خوبه. این هتل خیلی زشت بود و حالا بسیار زیبا شده. از سال گذشته و بعد از راه‌اندازی مجدد کشتی‌های تفریحی و پروازهای هوایی به کوبا، پس از یک وقفه نیم قرنی که بخشی از برنامه تنش‌زدایی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود، تعداد بازدیدکنندگان آمریکایی از کوبا افزایش یافته است. اگرچه بنا به گفته مقامات پیشین و کنونی آمریکا، پرزیدنت ترامپ در نظر دارد سیاست سختگیرانه‌ای را در مورد کوبا به مرحله اجرا گذارد. سیاست سختگیرانه‌ای که به احتمال زیاد و حداقل در کوتاه مدت به صنعت گردشگری لطمه خواهد زد و ممکن است روند ساخت و ساز هتل را در کوبا کند کند. با وجود اطمینان خاطری که در مورد افزایش درآمدهای گردشگری به مردم کوبا و بهره‌مندی آنان از این بابت داده می‌شود، این حرکت احساسات مختلفی را در کشوری برانگیخته که به برابری اجتماعی خود افتخار می‌کند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.